سلام، ویدیوی امروزمون درباره قرآن، اسلام و نظریه جدیدی در مورد این دین هست که من فکر میکنم که یه مشکلاتی در قرآن هست که ما باید به اون بررسی کنیم و بپردازیم به اون. خب ولی قبل از اون میخوام ازتون دعوت کنم که شبکه ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا هر فیلمی که ما میسازیم براتون به صورت آنلاین بیاد. خب قرآن یک کتابی هست که اگر خونده بشه و فهمیده بشه انسان رو دچار دگرگونی هایی میکنه، به خصوص افرادی که مسلمان هستن و در دین اسلام بزرگ شدن، مثل خود من که یک زمانی مسلمان بودم و حدود 20 سال در اسلام زندگی کردم. چیزی که عجیبه اینی که بیشتر مردم مسلمان قرآن رو به زبان خودشون نمیخونن، یعنی ایرانی ها به زبان فارسی قرآن رو نمیخونن، به زبان عربی میخونن، یا افغان ها به زبان عربی میخونن، پاکستانی ها به زبان عربی میخونن، ولی قرآن میتونه ترجمه بشه به زبان فارسی، اردو و زبان های دیگه. و این موضوع خیلی عجیبه که چرا این اتفاق افتاده، ولی غیر از این که این عجیب هست، این هست که اگر کسی این رو به زبان فارسی بخونه، همونطور که من خوندم یه زمانی و خیلی چیزایی رو فهمیدم که برای خودم عجیب بود، برای شما هم عجیب خواهد شد. بهتون توصیه میکنم که قرآن رو یک بار فارسی از ابتدا تا انتها بخونید، نه به این صورت که جسته گریخته فقط یک صفحه ای را از اون وسط انتخاب کنید و بخونید، بلکه به صورت خیلی منظم از ابتدا تا به انتها کتاب رو بگیرید بخونید به زبان خودتون، تا متوجه بشین که واقعا درون این کتاب چی هست، آیا یک پیام مثبتی داره یا اینکه پیامش مثبت نیست. و من به نظر من پیام قرآن مثبت نبود، یعنی من اینجوری فهمیدم. نظری که من دارم این هست که پیامی که قرآن برای بشریت داره یک پیام مثبت نیست. حالا به یکی از این نکات میخوام امروز توجه کنیم. من وقتی که داشتم قرآن رو میخوندم، چون من حدودا میشه گفت 20 سال رشتم ریاضی بود و به ریاضی خیلی علاقه داشتم، وقتی که همینطور جلو میرفتم توی خوندن قرآن، به تعداد صفحه ها، به تعداد آیه ها، به اعداد زیاد توجه میکنم، چون رشته من ریاضی بود، عدد میدونستم، عدد زیاد بلد بودم و دنبال یه سری چیزای ریاضی هم برای ذهنم بودم که واقعا یه چیزایی چون برام عجیب بود از اول، شاید وقتی شروع کردم به خوندن اینو متوجه نشدم، ولی وقتی یه ذره رفتم جلوتر فهمیدم یه چیزایی توی قرآن عجیبه. مثلا فرض کنید وقتی که سوره اول رو، بزرگترین سوره رو میخوندم، یعنی سوره بقره، حالا بعضیاتون شاید بگین که مثلا سوره حمد اولین سوره قرآنه، ولی من فکر می‌کنم سوره حمد مثل یه جور مقدمه کتابه، فقط یه صفحه است گذاشتن که مثلا برای شروع، ولی اصل کتاب از سوره بقره شروع میشه و قرآن اولین سورهش به نظر من همون سوره بقره است، اون سوره حالا توحید یا حمد یا هر چی که هست یادم نیست اسمشو، ولی اون سوره یه سوره کوچیکه و به صورت مقدمه گذاشته شده و اصلا اونم مهم نیست. خب یعنی منظور من یه چیز دیگه است، می‌خوام یه چیز دیگه بگم. می‌خوام بگم که سوره اول مثلا یه سوره خیلی بزرگ بود، وقتی من تماشا کردم رفتم سراغ سوره دوم، سوره سوم، سوره چهارم، ولی بعد از یه مدتی فهمیدم که تعداد صفحه ها داره کمتر میشه. یعنی مثلا اول مثلا یه سوره رو میخوندم، سوره اول مثلا میخوندم 50 صفحه بود، بعد بعدش 50 صفحه بود، ولی بعدش مثلا میشد 40 صفحه، دو سه تا سوره 40 صفحه‌ای بود، بعد میشد سوره 30 صفحه، بعد میشد چند تا 30 صفحه‌ای، بعد میشد چند تا 20 صفحه‌ای، بعد چند تا سوره مثلا 15 صفحه‌ای، بعد صفحه‌ای 10 صفحه‌ای، همینجور هی میرفت جلو و تعداد حجم کتاب تغییر میکرد، یعنی حجم سوره ها عوض میشد. حالا میشه گفت بعض جاها شاید حتی میشه گفت به صورت کلی اگه بگیم، نه به صورت جز جز، ولی به صورت کلی تعداد آیه ها هم کم میشد. شما ببینید بزرگترین سوره قرآن سوره بقره است، 289 چند تا آیه داره، 286 تا شاید، و بعد سوره های بعدی کمتر میشه. مثلا سوره آخر قرآن ناس، خب که به معنی انسان ها یا مردم هست، اون سوره مثلا شاید 5 6 تا آیه بیشتر نداشته باشه. پس این یه سیر نزولی رو داره. خب بعد اینو که من رفتم دیدم فهمیدم،
یه نگاه کردم، البته اگه به صورت جزئی نگاه کنیم بعضی جاها خب سوره ها بعضی تعداد آیاشون زیاد یا کم میشه، ولی سیر کلیش به سمت پایینه. یعنی از ابتدا سوره ها حجمش، تعداد صفحاتش، حجم آیه هاش، یعنی هر آیه مثلا طولانی خیلی بزرگه و تعداد صفحه ها زیاد میشه و حجم مثلا یه سوره خیلی زیاده. بعد که میگیم پایین تر حجم سوره ها کم میشه. شاید بعضی جاها این یه مقداری به هم بریزه، یه مقدار بالا پایین هم بشه، ولی بازم سیر کلیش نزولی. یعنی شما اول میبینی سوره هایی که مثلا 50 صفحه 40 صفحه، بعد میرسه به 20 صفحه 20 صفحه، بعد میرسه به 10 صفحه، بعد میرسه به 1 صفحه 1 صفحه، بعد آخر دیگه سوره هایی داره که مثلا نصف صفحه، 4 آیه 3 آیه اینجوریه. خب پس یه سیر نزولی رو توی قرآن داری میبینی، خب از نظر حجم و تعداد و اینا. بعد خب من مثلا یه سری چیزایی دیگه هم از قبل میدونست، برای من عجیب بود. یعنی این یعنی چی؟ خب مثلا نگاه میکردم این سوره مثلا 200 آیه داره، اسم سوره چیه؟ گاف، مائده، یعنی سفره. یا مثلا نمیدونم مثلا انعام، چارپایان مثلا. خب اینا چیه؟ یعنی چی؟ بعد نگاه میکردم تو سوره رو، خب داشتم میخوندم میدیدم اسم سوره خیلی ربطی به مفهوم اون سوره نداره. حالا سوره مثلا درباره خیلی چیزاست، شاید درباره مثلا خیلی از پیامبران دیگه باشه اینا، ولی اسم سوره رو گذاشتم مثلا انعام، یا مثلا اسم سوره رو گذاشتم مثلا چه میدونم عنکبوت، زنبور، نمیدونم مورچه، نمیدونم اسمای عجیب غریب، و هیچ ربطی هم به شاید سوره نداشته باشه. گاهی شاید مثلا سوره بقره مثلا توش یه داستانی هم درباره گاوی هست، ولی خب این به معنی نیست که خب مثلا شاید 100 تا آیه دیگه درباره چیزهای دیگه باشه. چرا اسم اونا رو نذاشتن روی اون سوره و اصلا چه ربطی داره به این قضیه؟ یعنی اینکه خیلی جاها، خیلی از سوره ها اصلا معنی سوره، مفهوم سوره به اون اسم سوره ارتباط آنچنان زیادی نداره. خب و این هیچ نظم خاصی تو ذهن من نداشت. من ریاضی بودم، دنبال نظم می‌گشتم، دنبال نظمای ریاضی می‌گشتم. می‌گفتم خب اینکه تعداد حجم سوره ها کم میشه، تعداد آیه ها داره کم میشه و از اون برم مثلا هر آیه، هر سوره یه اسمی داره، باید یه مفهومی توش باشه. بعد که گذشت، خب خوندم تموم شد، بعدها فکر کردم یه سری چیزای فهمیدم که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. و خب البته نمیشه گفت همرم فقط از خوندن این فهمیدم، نه، منابع دیگه هم تو ذهنم بود، یعنی جاهای دیگه هم چیزایی یاد گرفتم که به هم دیگه ربط پیدا کرد. خب خود مفهوم قرآن خیلی چیز بودش، استرس زا بود، خیلی افسردگی آور بود، خیلی ناراحت کننده بود. همش در روی توی جهنم میری، میسوزی، آتش میگیری، میمیری، تیکه پاره میشی. کل 80% فقط در روی جهنم و مثلا رفتن و تو آتش و اینا بودش. خیلی ترسناک، حتی شبا من خوابای بد میدیدم، خوابای وحشتناک میدیدم. و این معنی نمیداد. باید یه کتابی که از طرف خدا اومده امید به ماها بده، به ما صلح بده، آرامش تو قلب ماها بیاره. باید یه چیزی باشه که ما رو خوشحال کنه. نباید ما وحشت کنیم، نباید بترسیم، نباید شب و خواب بد ببینیم. خدا باید یه راه خوب برای ما گذاشته باشه. ولی نه، قرآن اینجوری نبود. یعنی مفهومش خیلی ترسناک، وحشتناک و خیلی دردآور بود و هیچ نکته مثبتی من پیدا نمی‌کردم، فقط افسرده کننده بود. بعد خب خیلی چیزا رو از روی اینا فهمیدم. یعنی فهمیدم که مثلا کتابی که خب اینجوری افسردگی آوره، خیلی ناراحت کننده است. ما میبینیم تو ایران مسلمان مثلا یک ماه فقط عزاداری میکنن برای امام حسین. نمیگم بعده، نمیگم خوبه، من فقط میخوام تحلیل کنم از نظر ذهنی، از نظر ادبیاتی قرآن رو میخوام تحلیل کنم یه چیزایشو. خب البته من فکر میکنم که منفی هست، ولی خب در کل نمیخوام توهین بشه به دین کسی و اینا، ولی دارم یه چیزی میگم که عقلی و منطقیه. یعنی ببینین، وقتی که یک کتابی میاد از طرف خدا و میخواد انسان‌ها نجات بده، باید این راه نجات و امید داشته باشه. ولی توی قرآن همچین راه نجاتی نبود، اتفاقا راه هلاکت بود. فقط میگفت میرین جهنم، میسوزین اینا. و از اون ورم خب من بعد از این مدتی که قرآن رو خوندم فهمیدم که اسلام یه اشکالی توش هست و به یه اشکال بزرگ پی بردم. خب یعنی فهمیدم که اصلا خب خیلی منفیه. یکیش اینه که منفیه، دو اینکه افسردگی آوره، یکی اینکه هیچ راه امید و نجاتی توش نیست، بیشتر عذاب ناراحتیه، هیچ چیزی نیست. باید ما رو خوشحال کنه قرآن، ولی من خوندنش باعث نشد من خوشحال بشم. و خیلی چیزا، یعنی آرمان رو فهمیدم که اسلام درست نیست. یعنی تا قبل از اینکه قرآن رو به زبان فارسی بخونم، خودم مسلمون بودم، خودم اعتقاد داشتم، علاقه داشتم به اسلام. ولی وقتی خوندم که بفهمم، که خوندم که بیشتر خوشم بیاد، خوندم که بیشتر مسلمون خوبی باشم، خوندم که بهتری بشم، مسلمون بهتری بشم، ولی وقتی خوندمش فهمیدم که انگار یه چیزی اشتباه است، اصلا کتاب خوبی نیست، اصلا ناراحت کننده است، استرس‌زا، افسرده آوره، افسردگی آوره، این اصلا خوب نیست.
و فهمیدم و میشه گفت یه جوری میگفت از اسلام اومدم بیرون، فهمیدم دارم اشتباه میکنم و اسلام رو باید یه جوری بشنم. ولی بعدا که رو این قضیه فکر کردم یه نظریه به ذهنم رسید. این نظریه اینطوریه که ببینید هر سوره ای در قرآن یه سری آیاتی داره دیگه، یه تعداد، یه حجمی داره، یه تعداد صفحه، تعداد آیه. اگه اینا رو به صورت این نمودار بشیم کنار هم، به تعداد بزرگترین سوره ها، به کوچکترین سوره ها بکشیم کنار هم، میبینیم که انگار یه نظم ریاضی تو این هست. نظمش اینجوری هست که انگار همه موجودات رو، حالا همه که نه، بعضیاشون، بعضیش که مهمه مثلا، اومدن به ترتیب گذاشتن و اونایی که بر خودشون جالب بوده، حالا اون کسایی که این قرآن رو نوشتن، اون موجوداتی که این قرآن رو درست کردن. چون من اعتقاد دارم که این قرآن یه جورایی میشه گفت که این قرآن یه کتابیه که موجوداتی نوشتنش که میتونن افسردگی برای انسان درست کنن، نه خوشحالی، چون اینجوریه، بیشتر افسردگی آوره. و خب از ابتدا که اینو مثلا دیدم، خب نگاه کردم ببینم اسم سوره ها چیه. مثلا اولین سوره گاو، خب دومین سوره که میاد پایین تر مثلا یه حیوان دیگه است. من به ترتیب حیواناتی رو مثلا ترتیب کرده، بعضی جا چیزایی دیگه مثلا ستاره هم هست. مثلا سوره 72 قرآن، 72 قرآن اسمش سوره جن هست. جن مثلا 72 مثلا موجوده. خب قبل از اون مثلا موجودات دیگه هم هست، عنکبوت هست، زنبور هست، نمیدونم گاو هست، فلان هست، خیلی چیزا هست. خب بعد از اونم باز یه سری چیزا هست، مثلا ستاره هست، نجم هست، نجم یعنی ستاره، مثلا ماه هست، شاید قمر هست، نمیدونم. ولی همینجوری سوره هایی رو به ترتیب نوشته. خب و بعد در نهایت یکی از سوره ها کوچکترین سوره مثلا کوثر که میگن درباره دختر حضرت محمده و خب اینم نمادی از زنه. خب و بعد البته یک سوره هم هست به نام زنان، نساء، که اوائل قرآن هست، ولی خب بازم میشه تعبیرش کرد، میشه فهمید که اونم برای چی گفته شده. و اینکه آخرین سوره قرآن سوره هست به نام ناس، یعنی مردم، انسان ها، و کوچیک هم هست، خیلی کوچیک، 4-5 تا آیه بیشتر نداره. من به این نتیجه رسیدم که این یک سیستم ارزیابیه، یه سیستم ریتینگه، ریت کردن یعنی درجه بندیه، یه سیستم درجه بندیه، داره درجه بندی میکنه، میگه آقا گاو ارزشش از همه موجودات بیشتره. خب شما میبینید توی هند گاو پرستن، شیطان پرستن، شیطان پرستو گاو دوست دارن، مثلا نمادشون یه بز، اینجوری دو تا ستاره میذارن، یه ستاره از شبیه بز، و یا گاو یا حیوانای اینجوری میپرستن. دیدم خب اولین سوره قرآن گاوه، بعدش هم چند تا حیوانه، و بعد میاد مثلا میرسه به سوره 72 میشه جن. خب و بعد این عدد 72 هم توی چیزای فراماسونری خیلی عدد مهمیه، یعنی عددی که مثلا 72 خیلی براشون مهمه. خب این نشون میده که این یک کتابیه که یک نیروهای منفی داره و نیروهای منفی اون کتاب رو نوشتن و اون نیروهای منفی برای خودشون اومدن جهان رو ارزیابی کردن. اون چیزها رو از رو، البته من منابع دیگه هم برای این داشتم، یعنی نمیگم فقط از اینجا فهمیدم. خب من مثلا آشنا بودم به مسائل فراماسونری، خیلی استادایی که در مورد فراماسونری حرف می‌زدن گوش کردیدم و فهمیده بودم که شیطان پرستی و شیطانگرایی تو دنیا فقط مثلا یه تفکر نیست، یه موجوداتی هستن که اونا این تفکر دارن پرورش میدن و سازمانهای فراماسونری هست که شیطانیه و این شیطان اینا رو کنترل میکنه و اینا توی دنیا یه سری کارای انجام میدن. خب و بعد دیدم خب تو شرق دنیا توی هند گاو میپرستن. خب شیطان پرستان اینو دوست دارن، گاو پرستی رو، شیطان پرست اونجا زیاد هست. هندوها بیشترشون الهه هایی رو میپرستن که اون الهه ها خودشون جنیان یا شیاطینی بودن خب در گذشته، و اونا رو میپرستن و گاو پرستی هم اونجا زیاد هست و اینا به هم ارتباط داره. و کنار اون حالا بیاین توی مثلا اسپانیا هم گاو بازی میکنن، یعنی گاو یه نمادی که خیلی جاها دارن سعی میکنن تبلیغش کنن، تو شرق و غرب دنیا این گاوه هست. البته من نمیخوام بگم اینا همش به هم مربوطه، ولی اینا تو ذهن من یه چیزی جرقه زد. من فهمیدم اینا یه ریتینگی کردن، بی ارزش ترین موجود توی دنیا در نظام فراماسونری همون انسانهای مردمه، یعنی اونا یک مثلث قدرتی دارن، در بالای اون مثلث خود شیطانه، چشم شیطانه، پایین تر که میومد میاد 13 تا موجود افسانه‌ایه که اونا مثلا حالا شیاطین هستن، یاران شاید مثلا چیزن شیطان، و بعد پایین ترش که میاد مثلا شاید دولت هایی هستن
مثلا 313 یا 312 تا خانواده ثروتمند جهان هستم. و همینجور میاد پایین تر، دولت ها میاد مثلا طبقه پنجم ششم پایین، دولت ها هستن که اونا کنترل میشن توسط فراماسونی. و بعد میاد پایین تر در پایین ترین طبقه، طبقه کارگر، مردم، کسایی که روشون سوار میشن هستن، که به این میگن یک معماری که شیطان کرده و معمار بزرگ جهان خود شیطان هست و معماریش هم همینه، یک سیستمی رو برای جامعه ما درست کرد. خب پس این کتاب قرآن یک درجه بندی بین موجودات میکنه که اینم از نگاه اشرار شریر و شیاطین همچین نگاهی به موجودات هست. یعنی شیطان میاد میگه که خب ما گاو به عنوان یه موجودی علاقه داریم بهش و اون موجود اول جهانه، بعد از اون مثلا چهار پایانه، بعد از اون حالا مثلا چیزهای دیگر داشته، و بعد در نهایت میرسه آخرین موجودی که در جهان ارزش داره برای اونا به عنوان کارگر شیطان محسوب میشه انسان ها، مردم هن. بذاریمش آخر، به خودشون میگن بذاریمش آخر، بذاریم سوره آخر، چهار تا آیه هم براش بذاریم، ارزش انسان ها به همین تعداده، گاو ارزشش اونقدره 286 و ارزش انسان مثلا 5 تا آیه است، 6 تا آیه است. خب و این یک درجه بندی هست و این نظر به ذهن من خیلی وقت بود که رسیده بود و خیلی بهش فکر میکنم و فکرم میکنم درسته، چون به خیلی چیزای دیگه میخوره، یعنی به سیستم‌های فراماسونری، شیطان پرستی، برخورد اونا با انسان‌ها، این زن‌ها رو حتی کم میدونن، یعنی مثلا زنان برای اونا یک بعد از گاو میذارن، یعنی زنان بعد از چهارپایانه، یعنی ارزش زن از یک الاغ، یک گاو کمتره برای اونا. و میبینین که سوره اول مثلا گاوه، بعدش چهارپایانه، بعد نسائه، سوره زنان مثلا، سوره سوم چهارم قرآن میشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما به گاو ارزش میدیم، به چهارپا ارزش میدیم، به غذا ارزش میدیم، ولی به زن از اون کمتر ارزش میدیم. خب میبینین که در اسلام زنان خیلی بی ارزشن، یعنی میکننشون توی گونی، توی چادر، میگن اصلا بیرون نیا، حرف نزن، فقط چیزی که هست اینه که از ازت استفاده جنسی میکنیم هر موقع خواستیم و بعدش هم باید بچه بیاری و دیگه غیر از این تو حق نداری حرف بزنی. یعنی با زن این برخورد رو میکنن. خب اسلام برخوردش با زن همینه، بیشتر از این دیگه نیست. خب این نشون میده که نظریه من درسته، یعنی اینکه زن رو گذاشته بعد از حیوانات و بعد از اینکه نمیدونم آخرین موجود، کوچکترین سوره قرآن کوثره که میگن درباره حضرت فاطمه است، یعنی درباره دختره، درباره زن، یا کوچکترین و بی‌ارزش‌ترین مثلا چیزو براش گذاشتن، سه تا آیه داره، سه یعنی عدد 286 رو میدن به گاف، سه رو میدن به زن، یعنی اصلا ارزشی نداره. خب و این اینا رو که من تو ذهنم چیز میکردم، یک نظریه‌ای بزنم مثل که جالب بود و میخواستم با شما به اشتراک بذارم. نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسین، میدونم خیلی‌ها میان اونجا فحش میدن، حرفای بدی میزنن، مهم نیست، بنویسین هر چی دوست دارین بنویسین، من این فیلمو براتون آپلود میکنم. خب من میخواستم این ویدیو رو تموم کنم اینجا، ولی ازتون درخواست میکنم که اگه دوست دارین عضوی از خانواده ما باشین، شبکه رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین و زنگوله رو فشار بدین، هر ویدیوی براتون ساختم براتون بیاد در لحظه. و ازتون تشکر میکنم که تا اینجا ویدیوی من رو نگاه کردین، خیلی ممنون.